آقایون خانم درود حالتون چطوره؟ اومدیم با یه قسمت جدید قبل از شروع جا داره که من تشکر خیلی ویژه ویژه بکنم بابت انرژی که بهمون میدید واقعا دمتون گرم اینو وظیفه خودم میدونستم که قبل شروع بگم و یه مورد در مورد ویدیو این که توی این قسمت ما چند تا جنگ رو میخوایم معرفی کنیم بعد یه قسمت هم نیست پس اگه نبرد مورد علاقه شما تو این لیست نبود ناراحت نشید به امید خدا تو قسمت های بعدیش میاد حتما چون زیاده تعدادش کم نیست خب بریم سر اصل قضیه نبرد معروف دنیای باستان جنگ ماراتون همونطور که میدونید بین ایران و دولت شهر یونان رخ داد چرا میگیم دولت شهر چون اون موقع یونان یه دولت یه پارچه و متحد نبود آتنیا بودن اسپارتیا بودن پلاته بود خودشون هم همش با هم تو جنگ بودن موقع این جنگ ایران زمان حکومت هخامنشیان و پادشاهی داریوش بزرگ بود ولی یه نکته مهمی که داره اینه که خود داریوش بزرگ توی جنگ شرکت نکرد داتیس و آرتا فرنس خواهرزاده خودشو فرمانده لشکر میکنه و میفرسته سمت یونان از اون برم فرمانده سپاه یونان یه سرداری بود به نام میلتیادس تا اینجا رو همه قبول دارم به من گفتن چهار خط نوشتن گفتم فقط معرفی کنم ولی من نمیتونم شک و شبه وقتی شروع میشه که آقای گلی به اسم هرودوت میاد تو داستان ارتش ایرانو بین 90 تا 110 هزار نفر میگه ارتش یونانو 10 هزار نفر ببینید اینکه حریف و بزرگ نشون بدی یه شیوه نگارشه چرا؟ چون قرار در مقابل نقش اول یا طرف محبوب نوشته تحقیر بشه مثلا تو شاهنامه جنگ رستم و اشکبوس فردوسی میاد از اشکبوس تعریف و تمجید میکنه خوبیایی که داره رو میگه کتمان نمیکنه دیدی یه وقتایی مثلا ما یه چیز رو میخوایم تعریف کنیم ته میگه اگه اینو بگم طرف گنده میشه اون قسمت رو تو گفتنت حذف میکنی ولی فردوسی این کارو نمیکنه تعریف و تمجید واقعی یعنی چیزی که طرف هست و کامل میگه که به یه نتیجه بهتر برسه نتیجه چیه میگه این اشکبوسی که گفتم اون همه عظمت داشت فلان داشت آخر داستان جلوی رستم خوار و ذلیل میشه حالا هرودوت هم همین روش رو انجام داده ولی از خودش اضافه کرده نتیجه که میخواسته بگیره همونها تحقیر طرف مقابل در برابر طرف محبوبش که میشه سربازه کشور خودش ولی به قول مافیایی دروغ وارد بازی کرده بعد انقدر دروغ شاخ داره که دیگه اکثرا اونو حماس سرا و افسانه سرا میدونن دیگه از مبرخی در اومده تعداد سربازای اصلی و دقیق نهایت 40000 تا بوده واسه ایران برای یونان هم 9600 نفر 9000 تا واسه آتن 600 تا از دولت پلاته اومده بودن کمک نتیجه جنگ خب همونجوری که از آقای هرودوت گل انتظار میره مشخص شکست سخت ایرانیان بود که در تاریخ ثبت شده و فلان ولی من نظرمو الان نمیگم خدای هر کی تو دلش گفت به درک نگو نمیدونم جملات مشابه این خیلی آدم بی‌تربیتیه چون این یه ویدیو معرفیه من تا همین الانشم زیاد حرف زدم اگه علاقه دارید تو کامنت به ما بگید که ساخت ویدیو شهر ماراتون بیاد اولویت اولمون چون در کل نسبت به تعداد نظرات شما ویدیوهایی که قرار بسازیم اولویت بندی میکنیم نبرد ترموپیل یا ترموپیلا همون نبردی که فیلم سراسر حقیقت رو از روی این جنگ ساختن این جنگ هم بین حقامنشیان و دولتشهر یونان بوده ولی به فرماندهی شخص خود خشایاشا که میخواست راه پدرش داریوش بزرگ رو ادامه بده خشایاشا تنگه ترموپیل رو انتخاب میکنه برای رد شدن که بخواد بره سمت آتن که تو همون تنگه بود فرمانده شجاعی به اسم لئونیداس با 300 تا اسپارتی جانفدا میپرن اونجا و سه روز مقاومت میکنه اینا واقعا بوده اینا دروغ نیست چی دروغه <applause> اینکه هرودو... <applause> هرودو تعداد سربازه ای ایرانی و بین 600 هزار تا یک میلیون سرباز تخمین زده <applause> واقعا من نمیدونم چی بگم واقعا کلمات آجزن در وصف حال آقای هرودوت که موقعی که داشته اینو مینوشته یه خشخاش ناب اسپارتی رسیده و میزده و شم و روشن میکرده میشه سپای نوشته من نمیدونم تو عقل نداشتی بشر نشستی به این فکر کنی 600 هزار نفر رو بخوام بیارن اینو میدونی باز چی میگه اینجوری گفته واسه اینکه میگه اگه ما شکست خوردیم با یه چیزی مواجه بودیم که هر کی بود شکست میخورد اینا انقدر بودن بگذاریم آقا این 300 اسپارتی سه روز تو اون تنگه مقاومت میکنن ولی آخر سر با خیانت یه یونانی که یه راه نشون میده به خشایاشا و ایرانی ها پشت اون 300 نفر در میان و میزنن شتکشون میکنن این گونه میشود که تنگه فت شده و خشایاشا به سمت آتن روانه میشود اینجوری تعریف کنم دوست دارید یه سری تو کامنت ها میگن چرا اینگونه گونه سخن میگویی مگه حتما باید تاریخ با اس دادن روایت بشه من خودم به شخصه از وقتی یادم عشق تاریخ بودم ولی یکی میشه خشک تعریف میکرد خوابم میگرفت خب حالا هیچی ولش کن اینجوری شد که خشاشا تنگه رو میگیره و میاد آتنم فد میکنه و شهر رو به آتیش میکشه 99 درصد عقده یونانیا سر همین حرکته که چرا شاه شا آتنا آتیش کشیده الان من کاری به تایید و تعریف و تمجید این حرکت شاه ندارم که آیا درست بوده آیا غلط بوده شاید واسه اون زمان میطلبیده شاید هم اشتباه کرد ولی 99 درصد عقدهشون و خالی بندی هایی که تو نوشته هاشون هست فقط سر همین آتیش کشیده شدن آتنه نبرد سخراهای سرخ یکی از خفن جنگ های جهان باستا این نبرد سخراهای سرخ بوده که نتیجهش باعث میشه سلسله معروف هان تو چین الان اکثرا به هر کی مثلا بگه چین باس خیلی ها که آسیه شرق رو دنبال نمی کنم. ولی معروف در این سلسله ای که اکثرا حالا یه گذری به شرق زده باشن هانه حالا واقعا هم گنده و معروف بودن ولی این جنگیه که باعث میشه سلسله هان سقوط کنه و دوران سه امپراتوری در چین آغاز میشه که چین به سه تا قسمت تقسیم میشه نه که تقسیم اونجوری که مثلا روم شرقی روم غربی نه سه تا امپراتور گفتم بیاد با هم بسازیم دیگه حالا هر کی گوشه رو ورده ولی در کل همه چینی هستیم و ضربه بخوریم میشکنیم باز من از اون نمک های خیلی زیبام ریختم ولی آقا آسیای شرقی هم خدایی تاریخش خیلی بال مخصوصا جنگاشون مثلا ما جنگای تاریخ خودمون رو میبینیم صد هزار نفر اینور مثلا هشتاد هزار نفر اون و میریزن سر کله هم اش میکنیم بعد اون موقع هم چین هم اینجوری زاد و ولد زیاد داشتن مثلا حالا اگه باز حالا یه مقداریش رو پای جو و خالیبندی میذاریم ولی بازم مورخ های آسیا شهر خالیبند متحدن یعنی خالیبندی هاشون به یه توافقی رسیده مثلا نیروهای ساو ساو که رهبر شمال چین بوده اومده میخواسته بیا جنوب حمله کنه 800 هزار تا مثلا میگن سرباز داشتن حالا اینو بگیم یه ذرهش جوه حالا باز از چین بعید نیست 800 هزار تا هم نه فکر کن 500 هزار نفر این بر مثلا 300 هزار نفر اون من سادیس ندارم که بخوام مثلا خون و خون ریزی ببینم اش کنم ولی جنگ بوده دیگه حال میداده دیگه خودتون ببینید چی میگه داستان جنگم مفصله حالا اگه علاقه به تاریخ آسیای شرقم دارید بگید که حالا جدا از این جنگ ما تو برنامه بذاریم نبرد قادسیه اصلا اسم این جنگ میاد دل من خون میشه آقا آخه چرا ها جنگ معروف و سرنوشت ساز بین ساسانیان و عرب فرماندهی ارتش ایران رستم فرخزاد بود و بهمن جادویه یا جازویه ارتش عربا هم به فرماندهی ای سعد ابن عبی که میشه بابای عمر سعد همون که تو کربلا بود و نمیدونم به خاطر ملک ری و فلان ایران تو این جنگ شکست میخوره و تقریبا سقوط ساسانی ها قطعی میشه منطقه قادسی هم یه جایی نزدیک کوفه در مورد تعداد سربازای دو طرف اختلاف نظر خیلی است اصلا خیلی یه چیز اونورتر اصلا یه سری از مورخاشون چون میدونید این ور که اصلا دیگه چیزی نموند به لطف آقای عمر کتاب با همه رو سوزوندن هر چی هست از مورخای عربه یه سریاشون میخواستن اینجوری نشون بدن که ما نیروی عظیم اونا رو شکست دادیم و یه سریشون هم بگن که ما کم بودیم ولی با ایمان تونستیم شکست بدیم واسه همین اختلاف نظر تو تعداد سربازا هست از 15 هزار تا بگیر تا 160 هزار تا 200 هزار تا ولی آماری که منطقی میاد دو طرف هلهوش 20 تا 30 هزار تا سرباز داشت بگذریم آقا از این نبرد سری بگذریم من دوباره الان اصلا خورد میشه نبرد شالونز این جنگ هم زمان خودش خیلی سر صدا کرد بین امپراتوری روم بود و امپراتوری گالیک طی این نبرد بعد 13 سال کشور گل که یه نوعی میشه فرانسه خودمون دوباره برمیگرده به خاک روم و امپراتوری گالیک سقوط میکنه ببینید آدم اشتباه میکنه خب مخصوصا دو تلفظا ولی دیگه کشور گل که نداریم یه سری میگن کشور گل به روم برگشت تو یعنی مثلا مارشال دوگل رو نشنیدی تا حالا دوست عزیزی که کشور گل می خطاب میکنه اینا رو میگم منم هزار بار تا حالا اشتباه گفتم ولی دیگه کشور گل بعد یه نکته که از 100 صد درصد همه میدونید که تاریخ فقط برای ایران نیست خیلی از کشورها تاریخی به قشنگی ایران نه ولی بازم تاریخ قشنگی دارم مثل همین روم حالا درسته یه هزار سال همش میزنیم سر کل هم دیگه ولی خب واقعا امپراتوری کم نظیری بودن تو تاریخ با اون سربازای یه دست جذابشون یا مثلا وایکینگا اصلا تاریخ اسکاندیناوی خیلی قشنگه من اینا رو دارم بهتون میگم که اگه تا حالا بهش فکر نکردید حتما حتما یا خودتون برید سمتش بخونید یا اگه وقت ندارید به ما بگید ما بدونیم علاقه دارید بدون هیچ منتی انجام میدیم ولی اصل حرفم اینه که اگه حداقل میخوای برای خودت به یه نتیجه برسی تاریخ همه جا رو بخون یعنی همزمان با مثلا مد نظر تاریخ ایرانه تاریخ های کشور همسایه هاش هم صد درصد بخون چون یه جمله خیلی معروفی هست که دیگه همه تو صد درصد شنیدید تاریخ و فاتحا ها می نویسن و خیلی از دلایل شکست طرف مقابلشون تو تاریخ گم میشه یا برگردونده میشه به نفع خود اون کسی که پیروز شده امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه اگه دوستش داشتید که به آها راستی این پنجتا تا نبردی که گفتیم ویدیوی کدوم رو دوست دارید اول بسازیم نسبت به تعداد رأیی که تو کامنت ها بیاره اولویتمون اون ویدیو میشه لایک و سابسکرایب و اون زنگوله بغلش و اینا رو یادتون نره دیگه ارزی نیست بدرود